أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من جعلتنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وأولاده الأئمة المنتجبين، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق، معلن الحق بالحق، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى عمه وكاشف غمه ورافع همه، المنصور المسدد في السماء والمظلوم المضطهد في الأرض، يعسو بالدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، إمام المشارق والمغارب، مولانا مقتدانا وهادي ديننا، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى زوجته وحبيبته وحليلته وقرينته سيدة النساء أم الأئمة النجباء النقباء مولاتنا وشفيعتنا ومغيثتنا فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جعفر، صلى الله عليها وعلى أمها خديجة الكبرى وعلى أبنائها الأئمة المعصومين المظلومين، الحسن الزكي المسمون، والحسين الشهيد المظلوم، وعلي زين العابدين، ومحمد البادر للعلوم، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم للغايب، وعلي الرضا الرؤوف، ومحمد التقي الجواد، وعلي النقي الهادي، والحسن الزكي العسكري، ولا سيما النور على النور في طخياء الديجور، والإمام المنصور، والعدل المشهور، والخير المذخور،
صاحب زماننا ولي أمرنا الحجة المهيمن المنتظر المهدي صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ولعنة الله على من عادهم وأنكر فضلهم وغصب حقهم وجحد شؤونهم ومقاماتهم أجمعين أبد الآبدين بقصد فرج إمام زمان أرواحنا له الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عرض شد در شبهایی که از این مجلس مقدس گذشت تمام هستی انسان در یک آیه مبارکه از سوره حمد بیان می شود و خدای متعال به هر انسان مکلفی از لحظه‌ای که به تکلیف می رسد تا لحظه‌ای که از تکلیف ساقط می شود حال یا به مرگ یا به جنون یا به نسیان باید اون شخص بگوید اهدنا الصراط المستقیم نماز واجب می شود و در این وجوب نماز در هر رکعتی یک بار در پنج نماز واجب 10 بار انسان باید بگوید اهدنا الصراط المستقیم پروردگارا مرا به صراط مستقیم هدایت کن عرض شد این صراط مستقیم یعنی چه؟ یعنی راه شناخت خدای متعال الطریق الى معرفت الله تعالی به کلام اهل بیت علیه السلام راهی که ما را به خدا می رساند و ما در آن راه خدا رو میشناسیم به این راه میگویند صراط مستقیم تکلیف من و شما در این دنیا این است لحظه‌ای که میمیریم مسلمان بمیریم اسلام دین ما الله رب ما باشه و لا تموتن الا و انتم مسلمون نمیرید مگر در حالت اسلام در حالت اسلام بمیرید که مسلمون است در حالت اسلام از دنیا بروید این یک حقیقتیه گفتیم این اهدنا الصراط المستقیم یعنی راه شناخت خدای متعال این شناخت نمیتونه بی سبب باشه
یعنی خدای متعال عالم رو عالم اسباب و مسببات قرار داده. ما اگر بخوایم خدا رو بشناسیم باید از راه شناخت خدا پیش بریم. نمیتونیم خودمون به شناخت خدای متعال برسیم. راه شناخت خدای متعال یک سری راه‌های قدم به قدم باید در اون راه پیش بریم. اگر در یه مرحله ایستادیم منحرف میشویم. قدم اول فطرت. راه شناخت خدای متعال فطرته. فطرت هر انسانی به او میگوید تو خدا داری، تو خالق داری، این جهان به اصطلاح که ما در آن قرار داریم، فطرت ما به ما میگوید باید خدایی باشه. این قدم اول، مرحله اول. مرحله دوم عقل. عقل انسان میاد به کمک فطرت، میگوید در کمک فطرت ای انسان، تو وقتی نگاه میکنی در اطراف خودت و به عالمی که در آن قرار داری، میابی و میبینی که این خدایی که تو در درون خودت به او معتقد شدی از نظر فطرت، او صفاتی داره. یکی از صفات او این است که اون خدا در این جهان نظم حاکم کرده، زیبایی حاکم کرده. جهان با نظم ساخته شده و زیبا ساخته شده. و اون این که اون شخصی که این نظم و این زیبایی رو به وجود آورده، یک قدرت مطلقی است مافوق همه قدرت ها، یک قدرت مطلقی است مافوق همه توان ها. این هم از چیزهایی که انسان خود به خود به آن پی میبرد توسط عقل. اما عقل میگه من نمیتونم به او برسم. چرا؟ چون عقل میگوید باید معلمی باشد که این معلم به من و شما علم خداشناسی رو یاد بده. در همه جوانب زندگی گفتیم شما هر علمی رو بخواید یاد بگیرید، آقا شما میخواید ریاضی یاد بگیرید، میخواید فیزیک یاد بگیرید، خود یه زبان خارجی یاد بگیری، باید معلم داشته باشی، باید بری دست معلم. اسباب تعلیم رو باید فراهم بکنی، اسباب تعلم رو باید فراهم بکنی تا برسید به نتیجه. اگر اون اسباب حاصل نشد، شما 10 سال هم کتاب زبان انگلیسی رو بذار کنار خودت، ریاضت هم بکش، چله به چله پشت سر هم چله نشینی بکن، گو من میخوام ریاضی یاد بگیرم، میخوام انگلیسی یاد بگیرم. اینجور نیست که از تو این کتاب این مطالب بیاد تو سینه شما، باید معلم باشه. گفتیم خداشناسی هم نیاز به معلم داره. این معلم باید یه صفاتی داشته باشد، متعلم هم باید یک صفاتی داشته باشد، اون استاد، اون آموزگار باید صفاتی داشته باشه، اون متعلم، اون دانش آموز هم باید صفاتی داشته باشه. دیشب ما اولین صفت معلم توحید رو گفتیم و اون چه بود؟ صفت علم بود. باید اون کسی که معلمه عالم باشه، علم داشته باشه. اون کسی که میخواد تو رو به خدا برسونه نباید جاهل باشه، نباید جهلی به مسئله توحیدی داشته باشه. یه سوال میکنی بلد نیست، چرا خدای متعال مثلا انسانها رو اینجوری آفریده؟ چرا مرگ رو آفریده؟ نتونه جواب بده. چرا خدای متعال مثلا درد آفریده؟ نتونه جواب بده. مسائل توحیدی رو ازش بپرسی بمانن، مسائل دین خدا رو بلد نباشه، جاهل باشه. این جاهل فایده نداره. گفتیم کسانی که میخوان برن پیروی کنن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، کسی از پیغمبر اکرم پیروی میکنه که پیغمبر اکرم رو عالم به همه علومی که خدا میخواهد معتقده و میداند، میگه من از پیغمبری دارم تبعیت میکنم که در وجود نازنین او جهل وجود نداره. اون کسی هم که جانشین پیغمبر است همینطور. ما یه نمونه از جهل عمر رو دیشب عرض کردیم،
یه نمونه دیگر امشب عرض میکنم که تمام مورخینشون نقل کردن در سنن ابن ماجه و سنن ابن داوود و در مستدرک بر صحیحین حاکم نیشابوری این جریان رو نقل کردن. گفتن یک زنی رو آوردن نزد عمر و گفتن که اون این زن علیاذ بالله زنا کرد و این زن دیوانه بود. عمر رو کرد به اون مشاورینی که با او بودند و گفت به نظر شما چیکار کنیم؟ گفتن باید حد زنا رو جاری کنیم، این زن زنا کرده باید حدش رو جاری کنیم. اومدن این زن بیچاره رو برداشتن ببرن حد زنا رو بر او جاری کنن. توی مسیر که میرفتن حد زنا رو جاری کنن برخورد کردن به امیر المؤمنین سلام الله علیه. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن کجا دارید میرید؟ این زن رو چرا تحت الحفظ دارید میبرید؟ گفتن یا امیر المؤمنین این زن زنا کرده و عمر دستور داده که حد زنا بر او جاری بشه. فرمود برش کردید، برش کردن. برگشتن آقا امیرو سلام الله علیه رو کردن به عمر فرمودن به چه دلیلی حکم حد زنا رو بر این زن صادر کردی؟ گفت یا علی سلام الله علیک یا ابا الحسن، وقتی زنی زنا کرد خب باید حد زنا رو بر او جاری کنیم دیگه، معروف و معلومه، این چه اشکالی شما میکنید؟ آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند مگر یادت رفته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند از سه نفر حد رو خدا برداشته، سه نفر بر اونا حکم جاری نمیشه. عن النائم حتی یستيقظ، از انسانی که به خواب رفته تا بیدار بشه، و عن المریض یا و عن ناسی حتی یفیق او یرجع، از کسی که فراموش کرده تا اون فراموشی بر او از بین بره. فراموش کرده مثلا آقا روز ماه مبارک رمضان روزشو بخوره یا روزشو نخوره، حکمشو یادش رفته، یه وقت قلوب قلوب آب خورد بهش گفتن آقا روزه ای؟ روزه ماه مبارک رمضان چه شد؟ گفت یادم نبود. و عن ناسی حتی یفیق یا حتی یرجع، برگرده به سمت اون نسیانش و اون رو پاک کنه، علم پیدا کنه. و عن المعتوه حتی یبره، یعنی از دیوانه حکم رو خدا برداشته یا این حکم برداشته شده تا اون وقتی که این دیوانه بیدار بشه از دیوانگی خودش، یعنی مجنونی که دیوانه ادواری بوده برگرده بیدار بشه از دیوانگی ادواری خودش، هوشیار بشه. و این زن دیوانه است، حکم بر دیوانه صادر نمیشه. وقتی خلیفه‌ای که مسلمان ها او را بر خودشون سوار کردن حکم الهی رو بلد نیست، این چطوری میخواد بیاد دست من و شما رو بگیرد به خدای متعال برسونه؟ این چطوری میخواد هدایت کنه؟ قاعدش همینه، کوری عصا کش کور دیگر شود. این مثل در تمام زبان‌های دنیا هست، یکی از مثل‌هایی که در زبان چینی هست، در زبان یونانی هست، در زبان عربی هست، در زبان فارسی هست، در زبان ترکی هست، در زبان روسی هست، تو همه زبان‌های دنیا این مثل هست که کور نمیتونه کور دیگری رو راهنما بشه. وقتی کسی که جاهل است نمیتواند دست امت رو بگیرد و بگوید بیایید دنبال من تا من شما رو به خدا برسونم، اولین صفت معلم، معلمی که میخواد اهدنا الصراط المستقیم رو به من و تو یاد بده، اولین صفت این معلم این است که عالم باشد به تمام علوم الهی. ما اینجا صفت دیگری به این صفت اضافه میکنیم، نه عالم باشد به تمام علوم الهی، عالم باشد به تمام علوم مادی، اعم از آنچه که ما میبینیم یعنی شهودی و از اعم از آنچه که نمیبینیم یعنی غیبی، و عالم باشد به غیب علوم الهی آنچه که ما بلد نیستیم.
یعنی کسی که معلم بشر به سوی خدای متعال میخواد باشه باید عالم باشه به تمام علوم، چه علوم شهود یعنی ما میبینیم و میدونیم و چه علوم غیب که ما نمیبینیم و نمیدانیم. سعه علم امام و معلم و راهنما و رهبر به سوی توحید و خداشناسی این است که همه چیز رو بدونه، علم غیب بدونه. این مسئله علم غیب یه مسئله ایه که متاسفانه اخیراً وهابیت به اون خیلی دامن میزنن و اخیراً هم متاسفانه بعضی از وهابیت زده ها و بعضی از کسانی که یه سری معلومات دارن ولی معلومات دیگر رو ندارن، اینها به این مسئله دارن دامن میزنن که آقا یعنی چه شیعه کفر گفته؟ چه کفری گفته؟ شیعه میگن ائمه ما باید علم غیب داشته باشن. وقت آیات قرآن رو میارن میگن طبق آیات قرآن خدا فرموده عالم الغیب و الشهاده لا یعلم الغیب چی؟ الا الله، غیب رو نمیدونه جز خدا. گفتن پس از این آیات ما میفهمیم علم غیب منحصر است به خدای متعال. شیعه که میگه بقیه‌ام علم غیب دارن ائمه اطهار علیهم السلام کفر گفتن. صفتی که مال خداست به غیر خدا و مخلوقین چسبونده. این متاسفانه تأثیری هم تو بعضی از جاهلین گذاشته. این حرف رو تکرار میکنن. اولا و آخرا من به شما عرض بکنم قرآن به تنهایی برای استدلال کافی نیست. آقایون عزیز، دوستان گرامی و هر کسی که بعدن صدای منو میشنوه، قرآن سند استدلال به تنهایی نیست. اگر یک کسی گفت فقط از قرآن من دلیل میخوام، بهش بگو آقا تو احمقی. برای چی؟ برای که خود پیغمبر فرموده قرآن و اطرت. خود پیغمبر فرموده قرآن و اطرت، حدیثش هم صحیح و مورد اتفاق فریقین، کتاب الله و اطرتی. سه تا حدیثه که سند نداره توش گفته سنتی. سنیونگن سنتی باشه، کتاب خدا و سنت پیغمبر، بازم کتاب خدا به تنهایی؟ نه. کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرت من برای استناد است، نه قرآن به تنهایی. اون کسی که میگوید قرآن به تنهایی برای ما سنده، عمر میگوید حسبنا کتاب الله، بس است ما رو قرآن. قرآن برای هدایت ما رو بسه. یه شیخی هم بود که او هم یه تفسیر نوشته بود، اسم تفسیرش رو نمیبرم، که تو اون تفسیر بحثش اینه که ما در تفسیر قرآن نیاز به هیچ کسی نداریم، از خود قرآن تفسیر قرآن رو انجام میدیم. خب این حرفی خلاف حرف پیغمبر اکرم. این اولا. پس انسان آگاه بشود اگر یک کسی گفت از قرآن برا من دلیل بیار، شما گفت جون قرآن به تنهایی کافی نیست. سفر حج مشرف بودیم با یک به صلاح شیخی وهابی بحثمون شد، شیخکی چون جوان بود، گفت شما قرآن رو کنار گذاشتید، قرآن برای ما هدایتگر است، خدا فرموده ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، این قرآن هدایت میکنه به بهترین راه، شما قرآن رها کردید. گفتم للتی هی اقوام یعنی هدایتگر است به سوی ائمه، به سوی ائمه اطهار علیهم السلام. گفت نه این تأویل است، شما دارید تأویل می آورید. گفتم صبر کن ببینم، من اینجا تو مسجد حرام نشستم از الان تا اذان صبح مثلا چقدر وقته؟ گفت 4 ساعت. گفتم 4 ساعت ما وقت داریم، شما 4 ساعت این قرآن رو ورق بزن، از کل این شیوخ وهابی هم بپرس.
میتونی برای من یک آیه از قرآن بیاری که بگوید نماز صبح دو رکعت؟ یک آیه از قرآن بیاری بگه نماز مغرب سه رکعت؟ و صلوا المغرب ثلاث رکعات، مغرب رو بخونید سه رکعت. کجا سنجین آیه تو قرآن؟ یک آیه بیار از قرآن کریم که بگوید ظهر از چهار رکعت، عشام چهار رکعت. یه ذره فکر کرد، گفت خب همچی چیزی نیست قرآن. گفتم وقتی میگی فقط قرآن بس است ما را برای هدایتگری، پس عملا مسلمان ها از کجاشون در آوردن نماز صبح دو رکعته؟ از کدوم قوطی عطاری در آوردن رو حساب شما؟ پس مسلمان ها میشن همه بدعت گذار. پیغمبر فرموده نماز صبح دو رکعته، به حرف پیغمبر نماز صبح رو دو رکعت خوندن. پس قرآن به تنهایی خودش نمیتونه برای استدلال باشه. قرآن و اطرت، این یک. ثانیاً از همین قرآن ما ثابت میکنیم که خدای متعال برای یک عده‌ای علم غیب میدهند. سوره ای که وقتی اسمشو ببرم هیچ وقت یادتون نمیره. این سوره رو تو ذهنتون بسپارید، سوره جن. سوره جن تو جزء 29 قرآنه. تو سوره جن آیه 26 میفرماد عالم الغیب. این آیه رو آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای سلمان خوندن. وقتی سلمان عرض میکنه یا امیرالمؤمنین شما چگونه این همه علم غیب دارید، برای سلمان سوال میشه. تو اون جریانی که سلمان نشسته با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن خرما میخوردن، آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دانه های خرما رو، چون روی یه جای مرتفعی نشسته بودن، بعضی میگن یه دیوار نیمه کاره ای بود، حضرت روی اون نشسته بودن، سلمان رو زمین بود خرما میخوردن. سلمان خرما نمیخورد، روزه بود. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم تو که خرما تناول میکردن دونه خرما، حصه خرما رو پرتاب میکردن به سمت سلمان. این یه دونه خورد به صورت سلمان هیچی نگفت، دومی خورد به صورت سلمان هیچی نگفت، سومی خورد به زانوی سلمان. او کرد با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کرد آقا با پیرمرد شوخی نکن. سلمان از کسانی بود که عمر عجیبی داشت، عمر او را بالای 100 سال گفتند، اختلاف 300 سال بوده، 320 سال بوده، بعضی گفتن 400 سال عمر سلمان بوده. سلمان یک پیرمرد معمر و معمر بود، یه عمر طولانی داشت جناب سلمان. و این اولین جریانیه که سلمان پی برد به گوشه ای از عظمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. عرض کرد یا امیرالمؤمنین با پیرمرد شوخی نکن. فرمود یا سلمان حسبتنی صغیرا و حسبت نفسک کبیرا، حساب کردی خودت بزرگ، ما رو کوچیک حساب کردی. انسیت دشت ارجن، همون دشت ارجن رو یادت رفت؟ آقا رنگ از رخسار سلمان پرید. آقا امین اسم دشت ارجن رو آوردن، کسی تو اون محدوده بلد نیست اصلا دشت ارجنی هست در سمت فارس. متعجب عرض کرد آقا جان دشت ارجن چیه؟ فهمیدن تو نمیدونی؟ آیا فراموش کرده ای اون سواری که آمد به نزد تو در وقتی که شیری در کنار برکه آب، در کنار چشمه آب ایستاده بود و تو از ترس اون شیر نمیتونستی بیای بیرون، اونجا متوسل شدی خدایا منو کمک کن. سواری آمد اون شیر را با ضرب شمشیر دونیم کرد. یادت رفته؟ متحیرانه نگاه کرد، گفت نشونی دیگر چیه؟ آقا امینوس آمون الله علیه دست کردن در جیب مبارکشون، یه دست گل در آوردن تر و تازه، فرمودن این گلا رو هم به اون سوار دادی. یادته؟ افتاد به قدمای حضرت، قدمای حضرت ببوسه،
فهمید حالا فهمیدی کی پیره کی جوونه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدن سلمان برای اصحاب من بگو جریان رو. عرض کرد یا رسول الله من علاقه به دین مسیح داشتم، کتابهای دین مسیح رو میخوندم، انجیل رو میخوندم، پدرم مجوسی بود، فهمید خواست من رو بکشه، مادرم نگذاشت و آنگاه پدرم منو مجبور کرد به کارهای سخت که منو بکشه، تا فرصتی پیدا کردم گریختم، در راه رسیدم کنار دشت ارژنه، حوض آبی بود، برکه آبی بود، چشمه آبی بود، لباسامو در آوردم برم تو حوض غسل کنم. اومدم بیام بیرون دیدم یه شیر قرانی نشسته کنار برکه منتظر ما بیام بیرون. چکار کنیم؟ از هیچ طرف راه فرار نداریم. دیدم در کتاب انجیلی که خوانده‌ام توسل پیدا کردند انبیا به روح الهی، انبیا به نور الهی، انبیا به کلمه خدا. میگه من متوسل شدم خدای منو نجات بده. در این توسل بودم دیدم سواری آمد، اشاره به شمشیر، به یک ضرب شیر رو دونیم کرد. آنگاه اشاره کرد به من بیا بیرون. آمدم بیرون تشکر کردم. اون سوار خواست بره، من به عنوان تشکر، فصل بهار بود، گلها تو دشت فراوان بودن، یه شاخ گلی کندم یا دست گلی درست کردم به اون سوار دادم. و اون زمان تا الان کسی این جریان رو نمیدونه. حالا آقا امیرالمومنین علیه السلام هم جریان رو گفتن، هم به من نشون دادن که اون سوار خودشون هستن، هم این که گل رو تر و تازه بعد از 300-400 سال به من نشون دادن. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن یا سلمان من آدم الالآن مبتلا نبی ولا ولی ببلاء الا نجاه الله به علی ابن ابی طالب. از زمان آدم تا الان هر پیغمبری که یا هر ولی خدایی که مشکلی داشته خدا توسط علی او رو کمک کرد. این است کسی که میخواهد ما رو به خدای متعال برسونه. معلم چنین شخصیه، عالم است به همه چیز. در اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سلمان فرمودن، خدا در قرآن فرموده عالم الغیب، سوره جن آیه 26، فلا یظهر علی غیبه احدا، عالم غیب است، کسی رو به علم غیبش آگاه نمی کنه. این آیه 26. آیه 27 چه میفرماید؟ الا من ارتضا من رسول، مگر یه سری افرادی را از فرستادگانش که پسندیده برای علم غیب. فرمود یا سلمان انا المرتضا من رسول، من اون کسی هم که خدا پسندیده مرا از علم غیب آگاه کرد. در نهج البلاغه شریف هست، شما ببینید تو نهج البلاغه، نهج البلاغه هم همه قبول دارن، میفهمد ایها الناس حیف که ظرفیت هاتون کامل نیست، تحمل ندارید، و حیف که یک آیه از قرآن دست من علی را بسته است، وگرنه به شما میگفتم تا روز قیامت چه حکومت هایی میاد، چه حکومت هایی از بین میرود، چه دسته هایی قیام میکنن، فرماندهانشون کیا هستن، نیروهاشون کیا هستن، هر پرچمی تا قیامت برافراشته میشود براتون میگفتم کیه چیه برای چی. اما تحمل نداریم و آیه ام الکتاب دست من رو بسته است. یا آقا امیر المومنین سلام الله علیه، عالم، کسی که معلم ما رو به خدا میخواد برسونه باید عالم باشن، اون هم علم کامل به همه چیز.
هم علوم الهی، هم علوم بشری، هم علوم مادی، هم علوم معنوی، هم علوم دنیوی، هم علوم اخروی، چیزی نباشه پیش او و در نظر مبارک او که ناپیدا باشد و نداند و نبیند. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نشسته بودند در منطقه نزدیک جنگ جمل. ابن عباس رو کرد به آقا امیر سلام الله علیه، آقا جان چرا برای ما یار کم میاد، سرباز برای ما کم میاد، تعداد سربازان ما اندک است در مقابل سربازان عایشه. خب همیشه همینه، حق همیشه غریب، باطل همیشه شلوغ، پر سر و صدا، پر زرق و برق. یه جمعی هم نشسته بودن، آقا امیرون علیه السلام فرمودند ابن عباس الان از سمت کوفه 1000 نفر میان، نه یک نفر کم نه یک نفر زیاد، الان میام تا یه ساعت دیگه میرسه. این هفتش 10 نفری که نشسته بودن اومدن بیرون. ابن عباس میگه من زدم تو سرم، گفتم بابا چرا امیرالمومنین علی علیه السلام ادعای علم غیب کرد؟ آخه میگفت الان از کوفه یه عده میان یاری من، چرا تعیین کرد 1000 نفر؟ چرا 1000 نفر رو تازه تعیین کرد؟ گفت نه یک نفر زیاد نه یک نفر کم. خب حالا اگه از کوفه 500 نفر اومدن، آیا این بزرگترین ضربه بر امیرالمومنین علی السلام نیست؟ الان دشمنان حضرت این مطلب رو به دست میگیرن، میگن امیرالمومنین علی السلام گفت 1000 نفر از کوفه میان به یاری من، یه نفر کم نه، یه نفر زیاد نه، اما دیدیم نه اومدن 500 نفر اومدن. اگر کسی نیامد چی؟ بهمون میخندن. حالا اگه اومدن شد 999 نفر چی؟ ابن عباس میگه نگرانی خودم رو به 2-3 نفر دیگه گفتم، اونا هم گفتن بله نباید امیر موسیم بالی چه این حرفی میزن، این جاهل هم دیگه، جاهل شاخدون که نداره، هنوز مقام امامت رو نشناختن. میگه با خودم یه 100 نفر رو برداشتیم از تو لشکر، گفتیم میریم تو راه کوفه ما میسیم. اون 1000 نفری که امیرالمومنین علی السلام میفرمان، لشکری که میفرمان میان به کمک من، اگه اومدن میشماریم دونه دونه دونه، اگه یهو 50 نفر کم دن، 50 نفر از اینا میچپونیم تو جمعیت که عدد کامل باشه، دشمن نتونه از ما خورده بگیره. میگه اومدیم دیدیم بله اولین دسته رسیدن از سربازهای کمکی، شمردیم 300 نفر. پشت سرش دسته دوم اومدن، شمردیم 200 نفر. دسته سوم اینا هم تو داشتن میومدن، شمردیم همینطور تا رسید به 900 نفر. شد 950 نفر، هی دلمون قوت گرفت. شد 990 نفر، خوب باز الحمدلله خوب شد. شد 999 نفر، یه نفر نبود. میگه اومدیم یه نفر رو بفرستیم تو جمعیت، آقا امیرون سلام الله علیه فرمودن صبر کنید، صبر کنید. چی ابن عباس؟ عرض کردم آقا جون یه نفر کمه. فرمودن صبر کن، اون یک نفر الان میرسد، او پیاده آمده. اینا سواره بودن، او پیاده اومده و او به این صفت است که لباسش از پوست شتره، یه شمشیرم بیشتر دستش نیست، داره میاد. او کسی است که پیغمبر فرمودن شفاعت میکند در عده بیشماری از امت پیغمبر. ابن عباس میگه گفتم آقا اسمش چیه؟ فرمودن اویس قرنی. میگه ما اومدیم بیرون، اسم اویس رو شنیده بودیم، زهد اویس، علم اویس، تقوای اویس. میگه اومدیم تو راه ایستادیم، دیدیم بله یه نفر داره میاد پیاده، لباسی از پوست شتر پوشیده، یه شمشیرم دستشه. گفتیم تو کیستی؟ گفت من اویس ابن عامر قرنی هستم. گفتیم به 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 به، آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشارت داد که تو الان به جمع ما اضافه میشه. مقام
علمی امیرالمومنین سلام الله علیه عالم است به جمیع آنچه که در عالم است. آقا امام رضا سلام الله علیه فرمودند ما عالمیم در حدیث ابن حذاب. آقا امام رضا علیه السلام به ابن حذاب فرمودن ابن حذاب اگه بگم تو چند روز آینده تو دستت به خونه یکی از پسر عموات آغشته میشه باید دیهشو بدی قبول میکنی؟ گفت نه. حضرت فرمودن چرا قبول نمیکنی؟ عرض کرد آقا جون علم غیب خدا میدونه. فرمود همین آیه رو خوندن عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. فرمودن یا ابن حذاب رسول الله و الرسول المرتضى و نحن ورثه رسول الله ما ورثه رسول خدا هستیم و ما عالمیم به آنچه که در عالم است آنچه بوده و آنچه که هست و آنچه که میخواهد در عالم به وجود بیاد. این علم غیب گوشه ای از علوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خداوند به چنین علیی میخواد زینت بده، زیور بده. چه چیزی رو زینت او قرار میدهد؟ خدای متعال به او دختری عنایت میکنه. خبر میدهند به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از دو بار اولاد پسر به دنیا آوردن خدا به او دختری عنایت کرد. بی بی زینب سلام الله علیها رو آوردن نزد امیرالمومنین سلام الله علیه گفتن یا علی نام بر او بگذار. فرمود من هرگز از رسول خدا سبقت نمیگیرم، باید رسول خدا نام این دختر رو بگذار. نوشه اولی نوه دختری پیغمبره. آقا رسول الله صلی الله علیه بیرون مدینه تشریف برده بودن، آمدن از بیرون مدینه مستقیم وارد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها شدن، پرسیدند خدا چه عنایت کرده و عطا کرده. گفتن یا رسول الله دختری عنایت کرده، نام او رو چه گذاشتید؟ آقا امیر سلام الله علیه فرمودن ما قبل از شما نام نمیگذاریم. فرمود یا علی تو نسبت به من ادب کردی، من ادب میکنم نسبت به خدایم، اسم این دختر رو من نمیذارم. جبرئیل نازل شد یا رسول الله خدا سلام میرسونه، بشارت میدهد به تو ولادت این دختر رو و نام او را میگذارد زینب، یعنی زینت پدر زینب. جهانی که همه محتاج نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خدا میخواد به این امیرالمؤمنین زینت بدهد، چی میدهد؟ دختری میدهد که زینت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. العظمت لله. خود این دختر جزء کسانیه که به علم غیب الهی مسلطه. وقتی که در می افتد با یزید لعنت الله علیه جواب یزید رو می دهد، می فرماید یزید چه گمان کردی؟ اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما، گمان کردی بر ما غلبه کردی؟ اسع سعیک، سعی خودت رو بکن، تلاش خودت رو انجام بده. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم یاد ما رو نمیتونی محو کنی، یاد ما جهانگیر است. این اشاره به آینده است. امام سجاد علیه السلام فرمودن روز 11 وقتی میخواستن کاروان ما رو از کربلا ببرن، چشم من افتاد به اون بدنهای پاره پاره سید و شهدا علیه السلام اصحاب مبارکشون. فرمود خنقتن العبره، گریه تو گلوم، بغض مرا گرفت، از شدت مصیبت نزدیک بود جان بدهم. عمه‌ام زینب سلام الله علیها این منظره رو نگاه میکردن،
منم فرمودم پسر برادر چی شده؟ مالی اراک تجود به نفسک، چی شده داری با جان خودت بازی میکنی؟ چی شده ای زین العابدین داری جان میدهی؟ عرض کردم عمه جان ببین بدنهای نحس خودشون رو کفار خبیث دفن کردن و اجساد طیبه و طاهره شهدای کربلا و بدن مبارک سرور و سالار شهدا روی زمین مانده، چگونه جان ندهم در مقابل این مصیبت؟ فرمود برادر زاده بذار برای تو حدیث بگویم. امام سجاد رو صبر میدهد حضرت زینب سلام الله علیها، فرمود برادر زاده از پدرم شنیدم، فرمود دخترم در اون تف در اون کربلا که خون پسرم حسین ریخته میشود، خداوند حرمی برای حسین میسازد، از اطراف و اکناف عالم مردم میان طواف قبر ابی عبدالله علیه السلام. کفار و مشرکین میخوان این قبر رو خراب بکنن، ولی همیشه این قبر عظمتش جهانگیرتر میشود، فراگیرتر میشود. این خبر غیبی حضرت زینب سلام الله علیها 14 قرن قبل تقریبا، الان شما مشاهده میکنید امسال در 40 گفتن حدود 20 میلیون نفر اومدن به زیارت امام حسین علیه السلام. خونه خدا همچی خبری نیست. خونه خدا امسال حج گفتن بیشترین پذیرش عربستان برای حاجی بوده 3,500,000 نفر، اونم با تشکیلات وزارت حج. برو بیا و نظم بده چیکار بکن، 20 میلیون اومدن زیارت امام حسین علیه السلام. اون حج رو با هواپیما میرن، با ماشین میرن. شما شنده کسی پیاده تو این دوران ما کسی پیاده بره حج؟ شنده این مثلا بگن آقا مثلا 500,000 نفر پیاده رفتن حج؟ اما این 20 میلیون اقلا 19 میلیون آنها پیاده اومدن کربلای معلا. بعضی از اینها 500 کیلومتر راه پیاده اومده بودن. وقت چه کسانی؟ یه شخصی از دوستان ما میگفت خودم دیدم شخص افلیجی فلجی در حالی که به اصطلاح اصلا پیدا بود بدن او دیگه پژمرده شده، گفتن این از بصره اومده کربلا 500 کیلومتر راه پیاده به زیارت ابی عبدالله علیه السلام. این بشارت حضرت زینب سلام الله علیها. همین مجلس اینجا تو این جمع تو این ساعت از شب، این یه گوشه از بشارت حضرت زینب سلام الله علیها است که یاد ما رو محو نمیتونی بکنی، همیشه یاد ما زنده تر میشه. السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، چون تو ولادت این بیبی جریان عزاداری اتفاق افتاده، همین که جبرئیل این نازدان دختر رو دیدن تو بغل رسول الله، فرمودن یا رسول الله برای تو بگویم این دختر تو زندگیش همیشه با مصیبت رو به روز. یا رسول الله این دختر مصیبت هایی رو میبینه که اگر بر کوه ها وارد بشود نابود میشود. پیغمبر دخترشون رو به بغل گرفتن، اونقدر گریستن، فرمودن یا علی به امت من بگویی هر کس بر مصائب زینب گریه کنه، یعنی بر مصائب حسن و حسین گریسته، اون چه ثواب در گریستن بر حسین، در گریستن بر زینب شریکت الحسین. دیدن این دختر داره گریه میکنه آرام نمیشود، پیغمبر او را دادن به مادرش زهرای مرضیه. دیدن گریه دختر آرام نشود،
او رو دادن به پدرش امیر المؤمنین. پدر آرام کنه دختر رو، اما گریه دختر شدیدتر شده. دادن به بغل امام مجتبا، آرام نگرفت. یه وقت آقا امام حسین از در اومدن داخل، همین که بی بی زینب نوزاد رو دادن به دست امام حسین، نگاه این دختر به جمال امی عبدالله افتاد. دیدن یه لحظه گریه قطع شد، نه فقط گریه قطع شد، دیدن یه لبخند ملیحی بر لبان زینب نشسته، محو سیمای حسین. امان امان امان، پیوند بین این خواهر و برادر گذستنی نیست. ای خدایا، تو لحظه ای که آمد بالین برادر، خواهری که با این برادر 56 سال زندگی کرده، چگونه بیاید و بگوید این بدن بدن کی؟ بنگر که با بدن حسین چگونه جسارت کردم که خواهش میگوید انت اخی. آیا تو برادر منی؟ اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاط به علمك. اللهم لعن قتلة الحسين قاطبا بجاه محمد و آل